سال تعلیمی 1402 با نواختن زنگ مکتب در ولایت کندز آغاز گردید. مولوی محمد اسماعیل ابو احمد رئیس معرف ولایت کندز در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید پیرامون فراگیری علم و دانش صحبت نموده گفت که باید شاگردان بر رعایت ارزش‌های دینی و حفظ اجاب اسلامی توجه نمایند. وی افزود که پیش از آغاز سال تعلیمی مکتب‌هایی که به کمبود استادان مجرب مواجه بود را حل نموده و سمینارهای آموزشی ارتقای ظرفیت را نیز برای استادان فراهم کردند. لسرونی می الحمدلله ډیری دی یو ده غونه ده چې تقریبا زمونږ سګلې پینسو معلمینو سمینار ولد د ارتقا ظرفیت د پاره او هغه داسې معلمینو چې مخکې هغه مقرسی وو خو تاسو سمینار نه ولدلې هغه سمینار ولد او په دې باز حوزه شهري کې تقریبا 2500 هغه معلمینو چې هغه په واسطو د نورو ژوند راغلي وو او هغه اضافه زومره وو هغوی معاشونه اخیستل نو هغه مو د دغه مکتب نه نورو مکتبو ته هغه مکتبو ته چې هلته معلمین نه وو مشکلات زیات وو هغو ته مو انتقال کړه او روان کال الحمدلله شروع د مکتبو دپاره مو پلان همدغه ده او چې ټول مکتبونه انشاءالله خوشي دي او هیڅ مکتب انشاءالله بند نه وي او د اوناس په انشاءالله تر شپږم پورې راځي د هغه نه بعد پورته به تر امن ثانی پورې انشاءالله انتظار یاستو چې خبره څه کیږي. او گفت که در سال گذشته صدها صنف محلی و تصریعی در مناطق مختلف این ولایت ایجاد و شماری از مکاتب که در اثر جنگ ها تخریب گردیده بود را ترمیم و نیز سیستم آبی آشامیدنی صحی در مناطق مختلف این ولایت اعمار نمودند. از سوی دیگر مولوی نورالله یک تن از مؤسس سفیدان ولایت کندز از آغاز سال تعلیمی جدید ابراز خرسندی کرده از والدین می خواهد که فرزندانشان را به مکاتب بفرستند تا بتوانند در آینده مصدر خدمت به جامعه شوند و از ریاست معرف کندز خواست که زمینه تدریس معیاری را برای فرزندانشان فراهم نمایند. خوش هستیم امروز سال تعلیمی 14 دو آغاز شد. الحمدلله زنگ نواخته شد و از تمام شاگردان عزیز اولیای شاگردان احترام را خواهش است که سر از فردا انشاءالله شاگردان عزیز ما را به مکتب بفرسته و همچنان خواهش ما از ریاست محترم معرف است که زمینه تدریس خوب برای شاگردان ما برای اولادای ما آماده بکنند و همچنان از تمام مردم کندز خواهش ما است که مکتب خود ارتباط خود با مدیر مکاتب و رابطه شاگردان ارتباط خود قائم بکنه و یک کمیته است که میان مکتب و میان شاگرد کمیته که در هر مکتب فعال است و او رابط خود داشته باشد تا اینکه بتانه همگام همرقمی که معلم کوشش میکنه همرقمی که استاد مکتب کوشش میکنه همرقم اولیای شاگردان تلاش بکنن که ما در آینده یک فرزند خوب یک اولاد خوب یک شاگرد خوب تربیت کنیم. این در حالی است که بعد از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران الا صنف ششم و برای پسران از صنف اول تا صنف دوازدهم باز است و به گفته آنان این روند تا امر ثانی ادامه خواهد داشت. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.